بستبندی نون. الو سلام، شده مود گنگ، خوش اومد به ویدیو دیگه با امیر ایزد. آقا امروز دوباره میخوایم بریم سراغ چیزای خفن فضای مجازی. برو بریم، لیتس گو. خب چیه این داستانش؟ معرم اومدن خودشون پدر مادرشون وقتی همسن، آها، خودشون پدر مادرشون وقتی همسن الانشون بودن مقایسه کردن تو عکس ها. 24 سالگی خودش 24 سالگی پدر مادرش. آره هممون همینیم جدی. من تو 21 سالگی در حالی که پشمک دستم، پدر مادرم تو 23 سالگی. من تو 23 سالگی پدر و مادرم 23 سالگی همشون بچه دار و ازدواج. این ایران بوده که فرق، آمریکا هم مثل ما هم پس فرق نمی‌کنم چی. کل عکس پدر مادرم هم همش تا ازدواج و نمی‌دونم عکس مجردی همش نمی‌بینی. من و هاپوم تو 20 سالگی و پدر مادرم تو 20 سالگیشون. حرام، ولی چه عکس خوبی بوده عکس پدر مادرشم، بیشوخی محال کردم، عکس وزنداری بود. من تو تولد 20 سالگی و پدر مادرم تو 20 سالگیشون. خیلی بود، کاش هممون هم این کارو بکنیم، خیلی ویدیو باحال میشه. یعنی ویدیو که نه، چالنج جالبی میشه. من تو 24 سالگیم در حالی که سوار چرخ خریدم و پدر مادرم تو 24 سالگیشون. من پدر مادرم تو سن 20 سالگیمون. همشون 20 21 سالگی ازدواج کردن. من تو 20 سالگیم و پدر مادرم سن 20 سالگیشون. عجب. بریم پست بعدی. این فلفل دلمه ها انگار دارن به من میگن ما رو اینجا بیا بیرون رو. روی زوم کن، خیلی خوبه این وسطی. این قفل در انگار اینکه دست گیرشن چه در بوده شکه شد. خیلی باله. یه پرنده یه شاکار از خودش رو با ان روی این برگاش رو. وات؟ جدن؟ کفتره این قیافه خودش شده. نایس. ماشین من انگار اینکه برف اومده خوش. این قشه موده این تصویر. این سویش های برق انگار تصویر. چقدر قابل لمسه جدی این تصویر. مثلا اینجوری که فقط مثلا میدید تو ابرا مثلا ممکنه یه نفر قیافه یه نفر ببینه، یه شکل رو ببینه ما نبینیم، ولی خیلی قابل لمسه. این شبیه سیب زمینیه که اینجوری آخر عمرشه. اینکه مثلا زیره شدن یه سیب زمینی 87 ساله از برامین کاملا قابل درکه. رو سینه های هاپوی من نگاهی تره یه گربه که داره عدسه میکنه. بابا کامان دیار عدسه میکنه شد دیگه، کجا در رو بردی؟ چیزای بانمک، حتی سپیدی که رو گردن سگ من دقیقا مون لبه مش یه راست. چقدر جالب پسر، خیلی باله. نایس. ای گربه رو تو دستش قلب شده. ایول من تا خواهد چند سوشتی مجیدی یه گربه دیدم روی سینهش قلب داشت، خیلی باحاله. What؟ یه کتاب داره این نصفش، یه عکس روشه میشه دقیقا نصف صورتش. جالب. حرام. چه جا بگو مرغا رو گوشه تو بشقاب شده این لک لک های چاق. داشتم اطلاعات رو این تابلو رو میخوندم که یه نمونه واقعی عکسی که اینجاست اومد نشست رو تابلو پیش عکسه. هولی شت، جدن من بودم میترسیدم که دا پرت میکردم. خیلی عجیب بوده، خیلی عجیب بوده. اینا دو تا بسته از دو تا برند مختلف هستن ولی عکس همدیگر تکمیل کردن. رفاقت دو برند. چقدر جالب شدی، خیلی جالب، واقعا کامل کردن. سنگه من با دستش مثلا قلب درست کرد. چی گوگولی جدی قلب نکو. چقدر تمیز لاش من مای خوناست. بابا بی خیال، به چی دیگه دقت کردید؟ بریم پست بعدی. به به، دوباره بسته‌بندی جذاب. عاشق بسته‌بندی جذاب. بسته‌بندی جذاب این سریمون چیه؟ اینا بسته‌بندی قرصه. چه باحال. خیلی گوگولن. اینو جوشه. بسته‌بندی یه جور تشویق جویدنی برای سگا. نایس جدی اینا خ... ولی خب تو ایرانی همچین بسته‌بندی کنه هزینه‌اش از خود کلیت اون داستان گرون‌تر در میاد. بسته‌بندیش، بسته‌بندی گردنبند. وای چقدر خوب. گفتم این دختر عاشق همچین چیزی باشه که بشه دیگه بدی. شاید برام کامنت‌ها مثلا بنویسی دختر. بسته‌بندی از وای این دیگه خیلی خوبه. واقعا دوستش دارم. نگاه کن اگه زنبورک رو زمین افتادن و خیلی باحاله این. بسته‌بندی نون. الو. آها سیکس پک. تیشرت رو مثل کاهو بسته‌بندی کردن. چه جالب جدی. نایس. ایول چایی. اوه این پرنده است. بابا این خیلی خفن بود. اگه میشه همچین چیزی ببینی لذت نبری. خیلی خفن بود. چه با نایس هم دوست داشتم. یه جور اسنک ذرت شبیه پفک خودمون. یه موهاشه چقدر او خیلی خدای خلاقیت باحالیه. ایول ولی پست بده. پنجره اینجا مثل یه تابلو نقاشیه. آره واقعا
هیچ وقت فکر نمی‌کردم مثلا پشت همچین دری همچین ویوی باشه. جد خیلی خفم بود، دلم خواست اینجا باشم. این تیکه سنگ مثل تیکه گوشت موقع خامه، چقدر سیغلی و خیس به نظر نمیرسه باشه، یعنی خودش این جنسو داره انگار، نمیدونم، جالب بود، رنگش هم خیلی جالبه. این گلا شکل موقع مگسخار هستن. چه خوشگل، وای واقعا خدا رو شکر که همچین چیزایی میبینیم. این قسمت از درخت یه جوری از جنس میسنگ. What؟ چه درختی؟ کسی میدونه واقعا؟ میشه بنویسید مدلش تو کامنت ها واسم؟ این یه تیکه چوب نیست، این یه حشره بیده. حشره؟ What؟ اینا گیلاس نیستن، دوتا سیب کوچولو هن. What؟ سیب؟ چجوری اینقدر کوچولو هن؟ میشه اصلا؟ خیلی خفنه. چقدر باحال. ایول، اصلا خیلی خیلی باحال بود. مینیاتوریه کاملا. ای واقعا این جغده، این چیه؟ چوه؟ نایس. ای بریم بعدی. پاپوهای بزرگ یا ابوالفضل. یه هاپوی من هنو فکر میکنه طول است و اینجوری میاد تو بغل. چه دقیقه گنده است. یاره سگ نیونال مسی افتادم. وات؟ با هم دیگه ریش گذاشتن؟ خیلی باله. واه اینه خیرسه. اون نیروی بیمارستان بچه ها تو لس آنجلس که کارش تشویق کردن و آرامش شدن به اوناست. چقدر مثل انیمیشن ها، مثل این کاراکتر دوست داشتنی، مثل یه سگ پیریه که مثلا داره اونجا به اینا کمک میکنه. واه خیلی باحال بود. سایز هاپوها دلیل نمیشه که اونو از دامپزشک نترسن. اول وقتی که آورده بودنش همش بغل صاحبش رو تکون نمیخوره. خیلی باحاله. واه گاوه مگه چجوری؟ این یوکیه، صاحب قبلی اون به خاطر اندازه بزرگش میخواست بکشتش، یه پناهگاه مسئولیت اونو قبول کرد، نجاتش داد. وقتی دی ان ای یوکی رو بررسی کردن دیدن 87.5% نجات اون به گرگ خاکستری، 86% به هاسکی و 3.9% به جرمن شپرد میاد. آرام، چقدر عجیب جدا این سگ. هاپوی 40 کیلویی ما از گربه 600 گرمی خواهرم میترسه. واقعا فلفل نمین چه ریزه، بشکن ببین چه چیزه. اون روز تو پیاده رو کلی آدم جمع شده بودن و خیلی شلوغ شده بود. وقتی رفتم جلوتر دیدم علتش این هاپوی خرسی برفی و کل اون آدما وایسه بودن که نازش کنن. گوگلیه، نایس. ایوه خیلی باحاله. حال کردم باشه. خب اینم پارت دوم سفر در فضای مجازی که کلی گفت پارت دو پارت دو. امیدوارم حال کرده باشید. اگه این ویدیو دوست داشتید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. عاشقتونم، موزگن. بدون شما ما نمیتونیم پیشرفت کنیم، پس حتما ساپورت کنید. تا درود دیگر، بدرود. It's all about humanity.